صحبت هایی که ما با سردار در ایران سید رضا حسینی و در بیرون محمد رضا متی نامه واقعیش، گفتگوهایی که کردیم البته واکنش های عجیب و غریبی برانگیخت. 90% مثبت، بسیار سازنده و تایید کننده و خوشحال از اینکه این دوست، این هموطن عزیز پیوسته به، حالا اسمشو چی بذارم نمیدونم، اسمشو بذارم به ایرانیان عاشق آن گربه نشسته به دیوار آسیا. نمیخوام اپوزیسیون بگم، مخالف، برانداز، اصلا اینا رو، این اصطلاحاتو به کار نمیبرم، ولی در مجموع بودنش بسیار مثبت بود. حرفایی که زد به هر حال بعضا ما میدونستیم بعضا نمیدونستیم، و باز من توضیح دادم اینجا کاملا روشن کردم که با عنوان محقق یکی از منابع من ایشان بودند که تا زمانی هم که بیرون آمد من نمیدونستم محقق همین آقای متی است، ولی نشانه ها رو یک به یک داد و برای من آشکار شد. ما متاسفانه خیلی تحت فشاره، اولا فشارهای، حالا تهدید ها اینا به کنار، فشارهای جسمی، انسانی که تو جبهه شیمیایی شده و روزی نمیدونم 50 تا قرص میخوره، خدا میدونه، این آدم به هر حال طبیعی است وقتی هم فشارهای سنگین روی خودش و خانوادش باشن، به قول بچه های تهرون گریپاژ میکنه، و امیدوارم واقعا در اوج سلامت باشه. با این همه علارغم دردهای آشکار و پنهانی که داشت بر جان و روانش، پذیرفت که ما یه بار دیگه با هم صحبت کنیم، بعد چند روزی استراحت کنه، و در این حال شما هم ایمیلاتون، سوالاتون، اینایی رو که داریم برای من بفرستید و من اینا رو بتونم با آقای متی مطرح بکنم. بنابراین امروز همون مبنا رو که دنبال می‌کردیم دنبال می‌کنیم. من دو موضوع اساسی برام خیلی مهمه. وقتی ایشون در کمیته حفظ نظام بوده، این کمیته به هر حال ناظر بوده بر هر تلاش و فعالیتی برای خونسا کردن آن افراد یا آن گروه‌هایی که در چارچوب برانداز، دشمن، مخالف قرار می‌گرفتن. لذا من گفتم ضمن صحبت با ایشون، گفتم آقا به دو مسئله بپردازیم. یکی این که اولا بیا این آقای تائب رو برای مردم تشریح کن. مردم خواهم بدون این تائب کیه، این آقایی که به عنوان میثم در بیت رهبری بود از کجا پیدا شد، چی شد که یه آخوند، ما در سپاه آخوند دیگری هم داریم زنور که اینا در حد دیگه فرمانده عمل میکنن، بعد بسیج رو بیان بدن به تائب، بعد اطلاعات سپاه، جایی که محسن رضایی و حاج مرتضی رضایی توش میشستن. حاج مرتضی رضایی آدم کوچیکی نبود در سپاه و سالها اطلاعات سپاه رو اداره میکرد، جایی که حمید نقاشان آدم های تو این مایه بودن، همین قاسم سلیمانی، بعد یه دفعه تائب بره اونجا بشین. اینه که گفتم اول از آقای متی، چون تائب از سران کودتا هم هست، سوالاتی بکنم. نگران نباشید، درباره اظهار آقای کروبی هم حتما امروز حرف خواهم زد، ولی اول خوش آمد میگم به آقای متی و ضمن تشکر ازش که با وجود ناراحتی جسمی در برنامه ما حاضر شد. برنامه رو شروع میکنیم با گپ و گفتی درباره حسین طاهر. سلام آقای متی. سلام به خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم. ما در خدمتیم. خدمت از ما. آقای میثم طاهر یا هم مثلا به ظرف که معروفه و هم به همین اسم در داخل اونایی که در سیستم هستن میشنسن، سالها قبل در ایام گذشته که خیلی همیشون مطرح نبودن تا در سپاه مدار وزارت، به خاطر خشونت هایی که داشتن همین آقای فلاحیان خب ظاهرن به عنوان که فرد خشن و به اون چهره آنچنانی که داشت در جامعه ساخته شده مطرحه. این آقا ایشون رو به خاطر تندروی ها و خصومت هایی که داشتن اصلا اساسا از وزارت اطلاعات با باند خودشون، یعنی باندی که نداشتن، آیه عباس آزاده یمون عباس جواد آزاده یمون عباس جواد عباس کنگوری و احمد شیخ علی اکبر باوند، اینا این باندی بودن اونجا، اینا رو اصلا بیرون کردن و راندن از وزارت اطلاعات.
رفتم یه مدت دنبال سری مسائل تو حوزه و مقدار توی درس طلبی و یه مقدار رفتم تو سپاه و اطلاعات سپاه و از اطلاعات سپاه رفتم فرهنگی سپاه و مجددا برگشتم به اطلاعات سپاه و با همزمان قدرت گرفتن آقای احمدی نژاد و حمایت های بیدلیل آقای مصباح یزدی، محمد تقی مصباح یزدی، ایشون منصوب شدن به عنوان فرمانده نیروی مقاومت. من اون روز عرض کردم، بازم عرض میکنم، ایشون و یارانشون همونایی هستن که نمک خوردن و نمکدان در چشم صاب نمک فرو کردن. اینها الان کسانی هستن که باند کودتا و سرکوب ملت و برنامه ریزی و طراحی و اجرا میکنن و اتاق فکر این جریان ها شدن. خب آقای عزیزم، کی پشت اینه؟ واقعا میثم رو کی حمایت میکنه؟ کی این طائب؟ واقعا میثم طائب رو عرض کردم مستقیما آقای تقی، محمد تقی مصباح بیشتر حمایت رو ازشون میکنه، البته از نقش آقای احمد نژاد داره دست و دوستانشون و اگر از نقش آقای حجازی هم که یک اوم مرحومه، حالا من مرحوم که میگم عرض کردم در برنامه قبلی هم احترام به خودم میذارم، آقا میگه مگه به کسی؟ باز احترام به خودم میذاریم، الا این هم لیاقت آقا گفتن نداره. مرحوم امامی این مدتی عمری بازی گرفت، از نام نباید غافل باشیم، یعنی باید بدونیم که کی به کیه و چی میگذره در مملکت ما. خب این اصغر اجازی رو هم برای ما تشریح کن، این آقایی که به عنوان چی برات بگم راسپوتین انقلاب ازش یاد میشه، کیه این آدم؟ بگو اصغر اجازی از معاونت وزارت اطلاعات تا دفتر رهبری، او رو هم برامون بگو. حضرت محضرتون، حقیقتا الان خدا گواه حال هوای درست حسابی ندارم، یعنی تزدیق آمپول و سلومان یو چیز ها. آقای اجازی فلسفهش درازه، به مجال چند دقیقه نمیشه باش بهش پرداخت. ایشون کسی که حتی بیشترین تأثیرات رو در سیستم تصمیم گیری های رهبری گذاشته در طول سالهای گذشته تا کنون. نمیشه از این آدم به همین سرعت و به همین